تلفات 40 نفری طالبان در جنگ شدید کوتل آرزو. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. امید داریم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای خبری ما با خبر شوید. شمس الدین حامد در برگه فیسبوکش می نویسد: 40 کشته در کنار آهیل میاجان در کوتل آرزو. گزارشات واصله از دره آرزو حاکی است که نیروهای جبهه مقاومت ملی در یک کمین 40 تن از نیروهای طالبان را کشتند. نیروهای جبهه مقاومت ملی با تله گذاشتن در مسیر راه در نزدیک آهیل میاجان طالبان را تارمار نموده و یک گروه 40 نفریشان را کاملا نابود کردند. طبق یک خبر دیگر، نیروهای تحت امر فرمانده مجتبی فقیری، حبیب الله خان و ادریس در 2 نوبت عملیات برق‌آسا 20 تن از نیروهای طالبان را در ساحه گوارج و سفیدقول شمالورده راهی جهنم نموده و 30 تن را زخمی کردند. همچنین گزارش واصله از ولسوالی شتل حاکی است که 14 تن از نیروهای طالبان در یک کمین نیروهای فرمانده وزیر شتلی در رویدره کشته شدند. با گفته یک منبع محلی، جنگ شدید در ولسوالی حصه اول قریه پیشغور جریان دارد. از تلفات طرفین تا کنون گزارشی در دست نیست. در جنگ های چمالورده، آرزو و رویدره از نیروهای جبهه مقاومت ملی الحمدلله کسی شهید و زخمی نشده است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.